سلام وقتتون خیر یه خبر عجیب و غریب از دیروز در منتشر شده خیلی ها شوکه شدن از این اتفاق عجیبه من اگر بخوام براتون ساده توضیح بدم میشه این قرارگرها هشت سال در کشور حضور داشتن یه سری فضاحت بین المللی به بار آوردن و آنها که در حوزه بین یه طرف داستان بودن صداشون در نیومده یا اینکه حالا اصلا روند رسیدگی به پرونده ها طوری بوده که در آن بازه زمانی کاری پیش نرفته به هر جد الان غربگرا رفتن حالا خزینه‌شو مردم ایران باید بدن ماجرا خنده داره نه میریم جلوتر با هم مرور میکنیم که دقیقا داستان چیه و من دارم در برای چه چیزی صحبت میکنم اول یه تیتر میخوام براتون بخونم که کمی روشن بشه موضوعی که این در درباره صحبت میکنیم محکومیت پونزه هزار میلیارد تومانی ایران در پرونده کرسنت 15 هزار میلیارد تومان بعضی ها البته ایفده هزار میلیارد تومان و بعضی ها هم عدد 20 هزار میلیارد تومان را مطرح کردند خلاصه ماجرا این هست که شرکت اماراتی داناگاز روز سهشنبه اعلام کرد که در که در یک دادگاه بین در در مقابل شرکت ملی نفت ایران به پیروزی رسیده و قرامت 607 میلیون دلاری دریافت خواهد کرد حالا ماجرا به کجا برمیگرده ببین تا اردیبهشت سال 92 یه جورایی میشه گفت که ما پیروز این پرونده بودیم یعنی تا قبل از اینکه حسن روحانی دقیقا یکی دو ما قبل اینکه روحانی روی کار بود ما پیروز این پرونده بودیم الان ما 17 هزار میلیارد تومان بعد خسارت داستان چیه برگردیم یه مقدار عقبتر یه قراردادی بسته میشه بین شرکت نفت ایران و امارات در دوران بیژن نامدار زنگنه در دوره ریاست این شخص بر وزارت نفت در دوره سید محمد خاتمی و در اون قرار داده قرار بر این میشه که به مدت 25 سال از سال 2005 ایران گاز خودش رو به کشور امارات صادر بکنه خلاصی داستان این بوده و یه مقدار بررسی ها رو این پرونده بعد از اینکه وزارت بیژن نامدار زنگنه تمام میشه و انجام میشه و یه ابهام پیش میاد که آقا ظاهرا قرار هست ما به طور رایگان گاز خودمون رو به اماراتی صادر بکنیم یه جور کار میلنگه یعنی مثلا ما اومدیم یه قرارداد بستیم بحثی که من در اوتو برجام خدمت شما عرض کردم این بود که طرف ایرانی و طرف آمریکایی سر یه میز ولی طرف ایرانی رفتار رو انجام می داد که شما احساس می‌کردین این کارمندای آمریکاه یعنی آمریکا اومده با کارمندای فارسی زبان خودش بر سر منافع مردم ایران داره گفتگو میکنه من حکم صادر نمیکنم نمیگم این, این گونه بوده است میگم که رفتار اینها به شیوهی بود که این به ذهن میرسید آدم گفت ظاهرا همچین چیزی حالا در این قرداد دقیقا داستان این شکلی بوده یعنی بعد از سالها میاد بررسی میشه میبینن که ایران یه قراردادی بسته که در مدت 25 سال چیزی در اه اه بذارید اینجوری بگم در مدت 25 سال نو... گاز خودش رو در حد رایگان در حد رایگان به اماراتی ها ارائه بده و تحویل بده ایران اعتراض میکنه میگه که آقا این چیزی که اتفاق افتاده منافع ما درش در نظر گرفته نشده شبیه به این هست که یک تبانی رخ داده یک عده آمدن تبانی کردند در راستای منافع خودشان و در راستای منافع افرادی خاص و برخلاف منافع مردم ایران. بررسی بیشتر نشون میده که بله ظاهرا اون چیزی که داره گفته میشه درسته. یه چند تا اسم داخل پر... پرونده مطرح میشه. اه... یه سری ها پاشون به پرونده باز میشه. یکی از کسانی که اسمش مطرح میشه فردی بوده به نام عباسی ازانپرا در بررسی هایی که پلیس انگلستان انجام میده. پلیس انگلستان از دفتر عباس یزدان پناه اینها متوجه میشن که یک ارتباطی بین فردی به نام مهدی هاشمی و مدیر عامل کرسنت وجود داشته یعنی ظاهرا همه چیز میرفته به این سمت که اثبات بکنه که آقا این وسط یک تبانی علیه مردم ایران و منافع مردم ایران رخ داده است همه چیز جلو میره تا زمانی که یک جلسه داوری در اردی به هشما سال 92 برگزار میشه در این جلسه داوری ایران به طور رسمی یا اعلام میکنه که آقا شما یک فرمول قیمتی رو در نظر گرفتی بر اساس این فرمول قیمته به سلاح خودمون پول این گاز رو به مردم ایران پرداخت بکنی و منافع مردم ایران در این در نظر گرفتن شده پس یک تبانی اتفاق افتاده یه عده در داخل ایران اومدن شیطنت هایی را کردن در راستای منافع کسانی که آن سوی قرارداد هستن خب این تا حدود بسیار زیادی پذیرفته میشه تا حدود بسیار پذیرفته میشه یه اتفاق میفته دولت آقای روحانی میاد روی کار دولت آقای روحانی که میاد روی کار از فردی به بی نام بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت استفاده میکنه و آن کسانی که یک سوی دیگر این پرونده بودن و از ایران شکایت داشتن و اعتراض داشتن و با ایران تقابل داشتن در دادگاه ها این رو اعلام میکنن که این داستان توانی نیست اگر بخوایم بر این باور باشیم که یک عده در داخل ایران اومدن به نفع ما برای مثال سو استفاده کردن و خواستن به ایران ضربه بزنن خب طبیعتا ایران نباید این رو به کار بگیره دیگه پس چرا الان دوباره به ایران اینا مسئولیت داده چرا روحانی به اینا مسئولیت داده پس این حرفی که ایران میگه توانی شده دروغ اینه یک ای قراردادی اصلا حالا دارن میزنن زیرش دقیقت که شد ورقی که مردم ایران بود به طور کامل برمیگرده. و این اپام اپام جدیه در داخل این پرونده من میخوام بخشی از یک متن رو برای شما بخونم بعد شما بپرسن که به نظر تو این صحبته چه کسیه و اصلا با چه هدفی گفته شده من قبلش یه دیگرم بگم این وزن کرسنت رو برای شما توضیح بدم دو مدل به این ماجرا میپردازند. بعضی ها میگویند که با اون هزینه‌ای که در کرسنت به ایران خسارت خورده است میتوان چیزی در حدود ده بار پروژه مسکن مهر رو دوباره اجراییش کرد یعنی چندصد هزار منزل مسکونی رو ده ها بار برای مردم ایران ساخت من بخشی از صحبت های علیرضا زاکانی رو میخوام بخونم صحبتهای هایی که در مناظره با مصوی داده مطرح کرده بود در یک بخشی از صحبت بحث کرسن میشه ایشون میگه که یکی از این فسادها اشاره میکنه به فسادهایی که در دوران غربگرایان و در دوران جریان غربگرایان اتفاق افتاده میگه یکی از این فسادها قرارداد کرسنت بود که چیزی بود 53 میلیارد دلار هزینه روی دست ملت ایران گذاشت که با دلار ده هزار تومانی حالا این مالی کفش هم گرفته گفته فرض بگیریم که با دلار ده تومانی بخوایم این رو خسارتش رو حدودا محاسبه بکنیم چیزی در حدود 530 هزار میلیارد تومان خسارت برای ما داشته است که با آن می شود ده بار پروژه مسکن مهر را ساخت این موضوع هست که علیرضا زاکانی درباره خسارت این ماجرا مطرح کرده بود و بریم اون جمله رو هم بخونیم یه جمله می‌خواستیم با هم بخونیم به نظرتون اینو کی گفته عقد قرارداد طولانی و گاز و شرکت و با شرکتی غیر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکرد ضعیفی و تو هم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود داره اون کسی که این جمله رو گفته میگه آقا این کاری که شما انجام دادید خیانته یه تجربه تلخیه که سالیان سال میتونه ما رو درگیر خوش بکنه بعد در ادامه گفته که قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب است میگه به طور غیر عادی اومده یه قراردادی بسته که این خیلی بی ارزشه بعد در ادامه گفته که قرارداد کرسنت احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گازی کشور خواهد داشت میگه فقط اینجوری نیست که یه خسارتی ببینیم بگیم داریم نفت رایگان میدیم گاز رایگان میدیم ببخشید نه این فراتره این یک خسارت میزنه به بازار گازی کشور و روی اقتصاد اون اثر داره و در ادامه گفته که و منفعت سیاسی هم برای ما نداره میگه آقا اوکی میخوای خسارت اقتصادی بدی دمت اونجایی که منفعت سیاسی برای داره این کارو بکنه حداقل نه که تو داری یه جای مفت یک خسارتی میدی به کسانی که آنها همیشه از تو طلبکارن و در ادامه گفته که از حدود یک سال پیش سالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسن مطرح کردم یعنی اون آقایی که این جمله رو داره میگه میگه که من از نامدار زنگنه از بیژن یه سه سوال پرسیدم گفتم که اصلا این سوالا رو بیا من جواب بده بعد میگه که با وجود دستور شما پاسخی دریافت نشده از قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط و مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است این صحبت هایی هست که در یک نامه در یک نامه اعتراضی خطاب سید محمد خاتمی نوشته میشه و در اون اعتراض میشه به رفتار بیژن نامدار زنگنه در ماجرای کرسند و این نامه را و این جملاتی که من شم، شما خواندم را کسی ننوشته از جز حسن روحانی حالا سال پیچیده تر میشه که آقا ماجرا الان پیچیده تر میشه که تو یه آدمی بوده این وسط اومدی کلی بهش هر سدی کلی داد زدی کلی فریاد زدی گفته او به کشور خسارت زده این به کشور ضربه زده منم رفتم یه سوال ازش پرسیدم در این قرض این جوابی نداشته حالا تو چرا اومدی در ایران روی کار رئیس جمهور شده ای؟ تو در ایران اومدی روی کار رئیس جمهور شدی همون آدمه رو به کارگیری کردی و متاثر از اینکه تو اون آدمه رو به کارگیری کردی الان ورقه این دادگاه به نفع طرف مقابل برگشته متوجه ماجرا شدین خیلی عجیب غریبه خیلی حیرت آوره و بسیاری از کاربرهای شبکه‌های الان پیرامونش نظر کردن تیتر روزنامه ها امروز بعضی ها ماجرای کرسنت بوده فریختگان تیتر زده یادگاری جنرال وطن امروز با تیتر جریمه 17 هزار تومانی نوک کوخه ببخشید نوک کوه یخ فساد اصلاحات به این ماجرا پرداخته و آن چیزی که برای من حیرت آور است اینی که دوستان دقت بکنید جریان قویار در کشور شمالی گندی میزنه یک فضاحتی به بار میاره و بعد از اینکه او گندش را زد و فضاحتش رو به بار آورد و رفت تازه مردم ایران با هزینهش رو بدن و من درخواستم اینه آقا بیاید یک بررسی بکنیم از آقای مهدی هاشمی که اسمش در داخل پرونده داره مطرح میشه و, داد و زندان هم ایشان نبودن اخیرا مشخص شد که ایشان زندان نبودن در جای دیگری به غیر از زندان به سر تا آقای زنگنه تا آقای زنگنه و حسن روحانی و هر کسی که ممکن است یعنی ماجرا مقصر باشه من پیشنهاد میکنم بررسی بکنید آن کسانی که به طور قطعی مشخص شد اینها مقصر هستند هزینه این فاجعه از جیب اونها بدین چرا یه عده در مملکت مسئولیت داشته باشن یک گندی بزنن و یک فاجعه بزرگ و عجیب و غریب رو به نفع یک کشور اماراتی یک کشور یک شرکت غیر ایرانی به بار بیارن بعد اینها خسارتش رو از جیب مردم ایران پرداخت بکنن خب این فاجعه است این فاجعه است من امیدوارم که برخورد با اینها رو شاهد باشیم اخیرا یک موج در شبکه اجتماعی راه افتاده بود وزیر آی روحانی گفته بود که آن کسانی که درباره محاکمه حسن روحانی صحبت میکنن و این را مطالبه میکنن اجنبی هستند خب خیلی از کاربرها اومدن به این پرداختن که اگر این شکل ما همه اجنبی ما اجنبی در مملکتی که شما اسکاتلندی ها آقایانی که در اسکاتلند مدرک گرفتند و تابعیت کشورهای دیگر را دارند اینها خودشون رو به صلاح خودمون اهل اون کشور میدونن آره در یک همچین مملکتی طبیعتا ما اجنبی به حساب می دیگه ولی طبیعی ولی بدیهی هست و واضح هست که اون چیزی که باید اتفاق بیفته محاکمه حضراته محاکمه اون کسانی که در این ماجرا نقش داشتن من میخوام بخشی از توییت های کاربر ها رو شما میخوام ببینیم واکنش الان به چه شکله اولین توییت توییتی که برای شما انتخاب کردم توییت علی صدرینیا هست این شخص اومده در توییت خودش یک ویدیو منتشر کرده اول کپشن رو براتون میخونم سال 92 وقتی نمایندگان مجلس درباره گل زنگنه در پرونده کرسن و احتمال محکومیت ایران گفتن زنگنه گفت چنین پرونده ای اصلا در هیچ جای دنیا مطرح نیست و این حرفو یک جنگ روانی است تا من وزیر نشوم خلاصه داستان این بود که نماینده گفتن که اوجون حسن روحانی تو یه نفری رو معرفی کردی به عنوان وزیر که الان این آدمه اگر بیاد روی کار ممکنه غربی ها توی این قرار داده و دادگاه های بین توی این قرار داده که بسش مطرحه بیان بگن که ایران تو که میگی تبانی شده پس چرا اون کسانی که تبانی کردن رو بهشون سمت دادی اون کسانی که تو اون قرار داده بودن بهشون سمت دادی پس چرا دروغ میگی نماینده ها با این استدلال یه سریشون گفتن که آقا انتخاب این آدم به عنوان شخصی به نام وزیرف که یک فاجعه است نباید اتفاق بیفته که حالا زنگنه اون موقع میگفتش شو اصلا همچین بحثی و من دو هفته حلش میکنم و ادامه یه توییت این ف... شخص گفته گفتی که حالا نهایتا امروز حکم این پرونده صادر شد و ایران به 607 میلیون دلار قدامت جرامت محکوم شد متن به اجازه ویدیوشو هم دیگه ببینیم بخش از ویدیویی که منتشر کرده از انجلس روانی از مصادیق روشنه ای یک جنگ روانی است از بیرون به مجلس به نظر من این سواتای زنگنه است چوری که میگه اصلا این حرفو قرار من گفته میشه این جنگ روانی اصلا شکایت کجا بود جلسه کجا بود خسارت کجا بود ببینیم سواتو این حرف یک جنگ روانی از مصادیق روشنه ای یک جنگ روانی است که از بیرون به مجلس به نظر من منتقل شده و این حرف میشه گفت یه حرف مزهکیه ما اصلا در هیچ جایی بحثی برای اینکه خسارتی پرداخت بکنیم وجود نداره کنن این یک جنگ روانیست و هیچ پایه ای نداره خیلی خوب این بخش از صحبت های رو با هم دیدیم یک کاربر دیگه نوشته که یک خسارت 150 هزار میلیارد تومانی بابت حس کارت سوخت این کاری که این زنگنه انجام داد ببخشید کاری که نه انجام داد اولش شما گفتش که اصلا کارت سوخت و اینا چیه جمع کنین بساتو جمع بکنید و زمانی که روحانی میخواست بره اینا اومدن چیکار کردن همین کارت سوخته رو که جمع کرده بودن دوباره بساتش رو پنج کردن که خیلی الان سالشونی که آقا یا بالاخره این به کار مملکت می یا نمی اگر می آمد چرا بساتش رو جمع کردید اگر نمی آمد چرا این بسات رو پهن کردید و چرا این وسط به واسطه این اتفاقه کشور ما 150 هزار میلیارد تومن خسارت دیده خب اون کسی که ما دیگه همچین تصمیم گرفته باش برخورد بشه دیگه این فکر میکنم که چیز بدیهیه یا یا اینکه آقایان جور دیگری ماجرا رو میفهمن که ظاهرا جور دیگری میفهمن بریم ادامه رو بخونیم گفته که یه خسارت 150 میلیارد تومانی بابت کارت سوخت زده دو خسارت 56 میلیاردی بابت لغو قرارداد خط لوله صلح صلح از سمت هند و پاکستان زده سه خسارت سی میلیارد دلاری بابت تاخیر در توسعه پارس جنوبی چهار جریمه 15 هزار میلیارد تومانی در قرارداد کرسنت کینس... و غیره از ما گفتن بود حالا دیگه خود دانی آقای قوه قضاییه گفتی که آقا بید برخورد بکنید با آن چیزی که و این فاجعه که رخ داده یه نکته هم برای شما بگم توی مناظره انتخاباتی سال 96 بود فکر کنم سید رئیسی اومد یه جمله گفت که اون جمله متاسفانه اصلا دیده نشد گفتش که اینها کنسرت رو مطرح میکنن آقا ای جماعتی که میگید که مثلا دغدغه دغدغه شما را تیم رسانه روحانی دغدغه شما را از بدیهیات کشور محدود کرده به کنسرت و مثلا رفتن بانوان به ورزشگاه و اینا رئیسی اونجا گفتش که با اینا دارن کنسرت رو مطرح میکنن که کرسن پنهان بشه اصل داستان اینه اصل ماجرا اینه اون موقع خیلی نفهمیدن که رئیسی چی میگه و خب به نفعشون بود که پنهان بشه به نفعشون بود ماجرا پنهان بشه امروز اجازه بدید این جمله رو بگم که رئیسی نگونبخت رئیس جمهور شده حالا ای حالا در دوره این شخص خسارت باید پرداخت بشه یعنی همون فریادایی که می‌زدیم بنده خدا که بابا این داستان جدیه یه فکری باید درش بکنیم و توجه داشته باشیم مطالباتتون رو برعکس نکنن منح... منحرف نکنن اتفاقا درست بود و حالا در دولت خودش این خسارت باید پرداخت بشه جریان قویه رو گندی زده است فاجعه به بار آورده و طبیعتا در دولت این این خسارت باید بشه 90 اقتصادی یک توییت سر در این خصوص نوشه که نتیجه رأی دادگاه بین‌المللی داوری درباره بخش اول پرونده کرسنت این بوده است زنگنه پون... پانزه هزار میلیارد تومان خسارت روی دست کشور گذاشت با اعلام نتیجه یکی از پرونده های مربوط به کرسنت ایران 607 میلیون دلار معادل 15 هزار میلیارد تومان جریمه شد با سی میشه که زن... زنگنه همیشه مدعی بود که در کنسرت م... در کرسنت محکوم نخواهد شد تصویری از گذاشته. زنگنه در حالی که به شدت داره میخنده به شدت خوشحال تقریبا بقیه فضای توییتر هم همینه و کاربرها با ادبیات های مختلف به این ماجرا پرداختن دو تا توییت خاص میخوام برای شما بخونم یک توییت از مالک شریعتی نماینده مجلس ایران گفته که رسانه ها میگویند ایران دوباره در بخش از پرونده گازی محکوم پرداخت جریمه حدود هزار میلیارد تومان شده است صدمات جاریه دولت های اصلاحات و اعتدال همچنان به اقتصاد کشور ضرر میزند اینا اون موقع تصمیم گرفتن دولت یک تصمیم گرفته خودش روی کار کامله ترمز مملکتی که کشیده که دو تا پای آقای روحانی رو ترمز بود مملکت جلو نمی رفت. نه در حوزه واکسن نه در حوزه دیگه هیچ اتفاقی نمی افتاد. الان آیروهانی روحانی رفته پاها خدا رو از روی ترمزه برداشته شده حالا خسارته داره میاد خسارت داره میاد و کشور به خاطر این داره هزینه میده بعد در انتهاش گفته که انشاءالله به زودی درباره این قرارداد زالو و زلیلانه با جزیات روشنگری خواهد شد من امیدوارم اسم ببرید اسم بیارید از آن کسانی که این ماجرا دلالی کردن بیشرفی به خرج دادن و ضربات اساسی به کشور زدن این توییت فوق است یه غربگرا توییت زده درباره کرسن من اصلا خیلی این توییت رو دوست دارم, دوست دارم. نوشته که ایران در پرونده کرسن 607 میلیون دلار محکوم شد و این تازه بخش کوچک دعوت دعوی شرکت اماراتی است به دلیل فساد جلوی قرارداد را گرفتن ها میلیون دلار عدم نفع شرکت تحمیل کردند کسی را با بابت فساد محاکمه نکردند آخرش هم از جیب ملت به شرکت اماراتی قرامت میدن فهمید چی شد ببین این جریان روی کار بودن در کشور نه اجازه دادن با نامدار زنگنه برخورد بشه نه اجازه دادن بشه و اینکه خسارت زدن به کشور حالا طلبکارن خیلی خوبه یعنی فوق العادهن اول اومدن به کشور ضربه زدن الان این فضاحتشون مشخص شده حالا طلبکارن از مردم و از افکار عمومی طلبکار هستن و این وقاحت جریان غربگرا در داخل کشور ایران است من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم بخوام صحبت بکنم همینجا رو باید ادامه بدم توییت بخونم شوکه بشید نوشته که 100 هزار زوج جوان رو میشد از طریق خسارتی که اینو در کرسن زدن میگه این پول معادله اینی که باش برای 100 هزار زوج جوان پراید بخری حالا مقایسه از این دست خیلی انجام شده من دیگه عبور میکنم و صرفا به یک نکته اشاره میکنم اگر شما نکته دارین در خصوص برای ما بفرستین و اگر احساس کنید بحث صحبت ادامهش بدم در روش باز هم صحبت بکنم در برنامه های در کامنت خودتون بهش اشاره کنید دوستان عزیز ویدیوی امروز رو همینجا متوقفش میکنم امروز روز پایان تبلیغاتمونه امروز تبلیغات یک هفته ما تموم میشه و روز آخره و درخواستم این هست که حمایت مالی خودتون رو از رسانه ما داشته باشین اگر نکته بود برای ما بفرستین وقتتون بخیر